سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. امروز می توانید در مورد موضوعات مختلف از بخش امنیت، اقتصاد، شهرداری و موضوعات مختلف دیگه که شما مشکل دارین، چالش دارین، می تونین با ما با تماس شوین. من حتما همیشه یادداشت می کنم و در روزهای آینده با مهمان های ما که حضور پیدا می کنن شریک می سازم. شماره تماس برنامه 0790 13 71 71 هست. همین حالا میتونین از هر گوشه افغانستان تماس بگیرین و موضوعات مختلفی که شما برابر هستین یا هم با عنوان یک چالش صد راهتان هست میتونین با ما شریک بسازین. ما حتما در روزهای آینده در مورد موضوعی که شریک میسازین مهمان میداشته باشیم و پاسخشان را در مورد خواهیم داشت. حتما همین حالا تماس بگیرین. ما تمام دیدگاه ها، نقد ها، هم پرسش هایتان میتونم با خود یادداشت کنم و در روزهای آینده با مهمان ما همچنان شریک میسازم. شماره تماس برنامه 0 790 13 71 71 هست و خواهشان زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا زمینی که ما بتانیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم، شما هم میتونین مشخصا دیدگاهتان را در مورد موضوعی که با عنوان یک چالش صد راهتان هست با ما شریک بسازین. حتما در روزهای آینده ما مهمان و مسئولین وزارتخانه ها را می داشته باشیم و سوالاتی که شما مطرح میکنین را یادداشت میکنم و همراه اونا شریک میسازم و سپس هم پاسخشان را در مورد میداشته باشم. در روزهای گذشته شما شاهد بودین که ما در بخشهای مختلف از بحث امنیت گرفته تا بخش اقتصاد و شهرداری، معارف، تحصیلات بحث کردیم و موضوعات مختلف را که شما مطرح کرده بودین با مهمانهای ما شریک ساختم و سپس هم پاسخشان را با شما از همین دریچه همچنان شریک ساختم. حالا هم شماره تماس برنامه 0790 13 71 71 فعال هست. شما همین حالا میتونین که تماس بگیرین و موضوع را با ما شریک بسازین. خواهشان زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین. بیننده ما روی خط هستن. خب، باز هم تکرار میکنم موضوعاتی که میدانین به عنوان یک چالش و مشکل دارین، پرسش دارین یا هم دیدگاهی در مورد موضوعی دارین، همین حالا میتونین از طریق شماره تلفن 0 790 13 71 71 همراه ما شریک بسازین. ما حتما یادداشت میکنم و در روزهای آینده با مهمان ما همچنان شریک میسازم. خواهشان زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا زمینی که ما بتونیم صدایتان به شکل بهتر داشته باشیم، شما هم میتونین دیدگاه تان را همراه ما شریک بسازین و سپس هم در روزهای آینده پاسخش را از همین دریچه و از برنامه مجله صبح داشته باشین. بیننده ما روی خط هستن. سلام. خب، بیننده ما تماس میگیرن ولی به دلیل از اینکه موقعیت خوب را انتخاب نمیکنن متاسفانه تماسشان قطع میشه. ما همیشه تاکید کردیم زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا ما بتونیم به شکل مناسب و خوب صدای شما را داشته باشیم و شما هم میتونین که موضوعی که با عنوان یک چالش یا مشکل در برابر شما قرار داره را با ما شریک بسازین. ما حتما همیشه یادداشت میگیرم و در روزهای آینده با مهمان های ما که در بخش های مختلف در بحث امنیت، اقتصاد، شهرداری، به ویژه در این روزها بحث کمک ها بسیار زیاد قابل بحث است و مطرح است. شماره از هموطن های ما همیشه پیام میمونن، نگرانیشان را شریک میسازن در پیوند به کمک هایی که صورت میگیره. هرچند ما همراه نهادهایی که کمک میکردن یا هم مدد میکردن بحث داشتم و دیدگاهشان هم ای است که تلاش میکنن تا بتانن به همگی به شکل خوب و به وقت رسیدگی صورت بگیره، ولی به عنوان یک چالش که اونا مطرح کردن ای بود که چون امکانات کم هست و تعداد زیاد کسانی که مستحق هستن مراجعه میکنن ولی به یک بارگی نمیشه، اما به اساس یک برنامه همگی را به شکایاتی که دارن بهش رسیدگی میکنن. بیننده ما روی خط هستن. سلام. ما بتونی چی وقت باز میشه، چی وقت خلاص میشه که این کار مردم بند کنیم سه. سلام، صدای مرا دارین؟ آه، صدای تا دارم سه. بفرماین اسمتان از کجا به تماس شدین؟ من گفتم ما شهر نه بود، به اسم من رحمت الله است که از شما یک
جواب میخواستم شما که امرا مردم ها گپ میزنین در باره قواله است پسان کنین، بگو بیادر مردم 6 ماه 9 ماه 10 ماه شد بیادر خانه خود یا خرید کرده یا فروش کردن، این قواله از جا خلاص هم شده و خلاص حال بند است، همی چی و خلاص میشه میره شما یک تشکری میکنیم اگه جواب بتین ما را. درست از زمانی که شما مراجعه میکنین چی میگن به شما؟ چرا بند است؟ خود یه نمیشه خب ما هم دیگه قوالا بیخی محکمه بند است، میگه محکمه بند است، چرا بند است؟ درست، درست. قربان شما یک میره یادواری کنیم، سلام علیکم. حتما ما موضوع شما را یادداشت کردم و در روزهای آینده با مهمان ما شریک میسازم و بس قواله را مطرح کردن که تا هنوز فعال نشدن نهادهایی که طی مراحل میکنن قواله را، بخصوص کسانی که خانه مکان جای جایداد میخرن دچار مشکل هستن و نمیتونن معاملشان به شکل درست پیش بره. باز هم بیننده ما روی خط هستند. سلام. خب تماس قطع شد، ما بارها تکرار کردیم زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا زمینی که ما بتونیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم، شما هم میتونین دیدگاهتان را با ما شریک بسازین و ما حتما یادداشت میکنم و در روزهای آینده با مهمان ما که حضور پیدا میکنن حتما شریک میسازم. و همین حالا شماره برنامه 0790-13-71-71 فعال هست، میتونین تماس بگیرین و موضوعات مختلف را شریک بسازین و سپس هم در روزهای آینده پاسخشان در مورد داشته باشین. در روزهای گذشته ما مهمانهای داشتیم از وزارتخانه های مختلف که خوشبختانه در مورد چالش هایی که شما مطرح کردین اقدام کردن و پاسخ مثبت داشتن. به همین دلیل امروز هم فرصت هست با شما که تماس بگیرین و موضوعات مختلف را همراه ما شریک بسازین تا ما در روزهای آینده با نهادهایی که مربوط و منوط به موضوعی که شما مطرح میکنین میشن همراهشان شریک بسازم و سپس هم پاسخشان را در مورد داشته باشم تا اینکه چالشی که شما دارین حل شوه و بتونین به کارهایی که نیاز دارین رسیدگی کنین. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایین. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ صبحتون بخیر. صبح شما بخیر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ تبسم هستم برادر، از فاریاب شما را زحمت دارم. بفرمایین خانم تبسم، بیننده همیشگی ما. میبخشین برادر، ما معلول هستم. درست. مدت 2 سال میشه ما ماش خود دریافت نکردیم. مراجعه کردین چی گفتن تا هنوز؟ بله ما رفت آمدیم، ما را گفتن تذکره بگیرین و کارت شا بگیرین. ما تذکره هم گرفتیم، کارت هم گرفتیم، تذکره هم دارم، تذکره البته تذکره الکترونیکی بورم دارم، کارت هم دارم، اما هیچ گفت نیست. میگه وقت که در ریاست میریم میگه در کدام ریاست دیدین که در معلم ماش داده باشه یا دیگه کرده باشه شما نگردین، حالا هیچ گفت نیست. درست است، موضوع شما گرفته شد، حتما همراه میخوایم امیر به گوش مقامات برسانید تا که مشکل ما مرسه. حتما ما در روزهای آینده موضوعی که شما مطرح کردین با نهادهایی که مسئول هستن و کار میکنن شریک میسازم. امروز شما میتونین در بخش های مختلف بحث امنیت، اقتصاد، شهرداری، فواید عامه، همین گونه بحث معارف، تحصیلات عالی، موردهایی که نگران هستین در پیوند به او میتونین با ما شریک بسازین. من حتما همیشه یادداشت میکنم و در روزهای آینده با مسئولینی که شرکت میکنن در برنامه شریک میسازم تا اینکه مشکل شما همچنان حل بگرده و بتونین به کارهایی که دارین یا اهدافی که دارین برسین. و همین حالا میتونین تماس بگیرین، شماره برنامه فعال است، از هر گوشه افغانستان میتونین تماس بگیرین. 0790-13-71-71 میتونین همین حالا تماس بگیرین و موضوع همراه ما شریک بسازین و ما حتما همراه مهمان ما در روزهای آینده شریک میسازم تا اینکه مشکل حل شود. بیننده ما روی خط هستند. سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، اسمتون از کجا با تماس شدین؟ اسم من نوراقا، نوراقا نوراقا صاحب، بفرمایین.
از کجا تماس گرفتین؟ از کارتینا میکنم. از کارتینا. از کارتینا. بفرمایین. محترم. محترم خودم از شخص مگی بستیم. یعنی دو سال شدم ما شما ایت درک ندارم. مالا کس و دکسه ما نیست. تو شو وقتی میریم. شو کس میریم نگم. مگی بارا برو. مگی با چیشی هستی هستی نگم. یعنی از کار شد و در کنم این سمین مگی بینه. در خود وزارت مالیم بده از این تاریخ کارت شما برای چون موال شد توضیح کنم. در جای نستم نام شدم بگیره کارت توش کارت دارم. کارش و در کن تذکره دارم در مزارت مالیمی شهادا. اونا نیست شما بگیرم روی بس بس شما بتن. شما تا حالا کجا کجا رفتین مراجعه کردین؟ مثلا تا خود وزارت خود رفتین نگه ما چیز نداریم. در بیشدم در شاده شمسیه در رفتیم مجد بیروبار من یا خلق هست خلق هست ما را را اگر در خیمه کسی هستم بسیار به تکلیف هستیم تایم والا جاب خدا را تو یا کلک هم خواه دادن والا این میدین هست یک کش در بدر خواه بسرم درست نه کار دارن نه با دارن نه قدر این کسی هستم نه میگه برو بلد برکی دیگه هم کردی بلد برکی جهاد کردی آرما خود جهاد کردی ما خود این خواه خود دفاع کردیم باید دسم در دولت خود دادیم جهاد کردیم دیگر کردیم این اگه در خیمه کسی باشیم حتما حتما همراه مسئولین ما شریک می سازم بس بازنشستگان و بسی که خدا میرم یک کنان از دفع خواهی گیره بگو ما قسم دادن از نظر خدا کرد میگم میگم مایبین بگو بگو این شهده ها مایبین کش در بدر است درست است درست است حتما ما شریک می سازم و بس بازنشستگان همچنان معلولین همیشه همراه ما مطرح شده و در روزهای آینده ما تمام سوالاتی که هست را با مهمان ما شریک می سازم تا اینکه مشکل به شکل بنیادی حل شود و کسانی که حقشان هست باید حقشان داده شود امروز موضوعات مختلف را ما به بحث می گیریم شما می تونین همین حالا با شماره تلفن 0790137171 با تماس شوین و موضوع را با ما شریک بسازین خواهشان زمانی که تماس می گیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا زمینی که ما بتونیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم شما هم میتونین دیدگاهتون را با ما شریک بسازین و سپس هم در روزهای آینده پاسخ سوالتان را از همین دریچه داشته باشین رفت و برگشت بسیار زیاد کوتاه زود برمیگردم سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستن شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم بیننده ما روی خط هستن سلام با شما اسمتون؟ سلام صدای مرا دارین بلندتر صحبت کنین زنگ زدیم دیروز برتان گفتم بنیاد ملک سلمان خریشت مزار در کجایش هست بنیاد ملک سلمان خریدش بیگز برما گفتن شما زنگ دی بنیاد ملک سلمان خریدش گفت و از معلومات میتونیم برتن گفته بودید از مزار که ما بسیده درست است موضوع گرفته شد حتما همراه آقای شرفزای مشریق می سوزم موضوع را و برتان تماس می گیرند شماره تماس تان هم همکارا باید حفظ کنند پیش خود باز هم بیننده ما روی خط هستند سلام به شما سلام صدای مرا دارین بفرمایین صدای تو ندارین السلام علیکم خوب هستین بخیر و علیکم السلام اسمتان از کجا با تماس شدین اسم از زمرای از مرکز ولایت کاپیسا با تماس شدیم بفرمایین زمرای صاحب از کاپیسای زیبا مایوب نظامی پیشین هستم از اردوی ملی درست دمی قسمت ماشای ما مشکل داشتیم دیگه در پولیس کمکام مستحقین غیر مستحقین میگرند برمایید نه کمک تاله نشده ما از شما خواهش مندیم که همی سوال ما را همی صدای ما را در گوش معصومین برسانی که آخر سرنوشت ما چطور میشه یک چار پنج ما پیش از ما امو
اسنادهای ما را کتابچه ما را خواستند که بیاره ما ماشای تا حواله میکنیم. حالا 4 ماه 5 ماه شده هیچ کدام خبری نیست، دیگه کدام عیدی هم نداریم، دیگه خودم هم سرپرست نامنوار فامیل هستم، دیگه سالانه از اونمو امتیازی که برای ما دولت میداد امتیاز ناچیزه، از اونمو ما سودای خودم تداوی خود دیگه خودم این چیز میکنیم، حالا همو دیگه فعلا حسابش معلوم نیست. این روزا رفته این دیدین چی میگن براتون؟ خب تماسشان قطع شد. موضوعی که زمره صاحب شریک ساختن پیشتر هم بینندهای ما شریک ساختن و این موضوع بسیار زیاد جدی هست، ما حتما در مورد برنامه می داشته باشم و شما میتونین که از تلویزیون یک بیننده باشین، آنچه که در ذهنتان با عنوان پرسش مطرح هست و یا هم مشکل در پیوند به او دارین باز هم بیننده ما بروی خط هستند. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. بفرمایین. بسیار زیاد تشکر. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ احمد بلال از میدان وردک. بلال صاحب بفرمایین. ببخشید من یک سوال از شما داشتم درباره این چی که چطور میتونیم در یک جامعه افغانی و اسلامی، الحمدلله که جامعه ما اسلامی و افغانی بیانات اسلامی. خب درست، موضوعی که شما شریک می‌سازین در مورد چالش‌هایی که هست یا هم در منطقه‌ای که زندگی می‌کنین به عنوان یک چالش مطرح هست و می‌خواین با نهادها شریک بسازین، می‌تونین که با برنامه مجله صبح تماس بگیرین با شماره تلفن 0790 13 71 71 و موضوعات مرتبط با چالش هایی که هست یا هم مربوط نهادها و وزارتخانه ها میشه را با ما شریک بسازین. موضوعات بعدی و شخصی که شما سوال شخصی دارین اینجا جایش نیست، میتونین که با برنامه دیگه تماس بگیرین و موضوعتان را شریک بسازین و من هم به عنوان یک مجری فقط میتونم موضوعاتی که شما شریک میسازین یا هم سوالاتی که من خودم دارم از مهمان ما بپرسم، یعنی حق ازیر ندارم که پاسخ بدم و در مورد از اینکه چگونه بتونین موضوعتان را حل کنین من با شما مشوره بدم. خب به هر حال باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم. بفرمایین خانم. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون شما. علیکم سلام. من قسمت یک تقاضا داشتیم که از وزارت عوضت ماجرین شما یک میمان دعوت کنیم، به خاطر که قبل پیش از امی دولت به خاطر امی ماجرین که عوضت کرده بودن نمرات توضیح میکردن، چونان دولت تغییر کرده امی مان این پروسه مان بگم نمیخوام که چطور تو جریانش جریان داره نداره، اما اگه منتظر امی سیم. درست، موضوعتان گرفته شد، در بحث مهاجرین هست و حتما در روزهای آینده و انشاءالله در همین هفته ما از وزارت مهاجرین می داشته باشیم. خوشبختانه اونا همیشه با ما همکار بوده و موضوعات و چالش هایی که شما شریک ساختین را تا حد توانشان تلاش کردن که حل بسازن و نتیجه مثبت و ملموس داشته باشن. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. سلام علیکم برادر، دوستان بخیر، علی هستم از ولایت سمنگان به تماس شدم. بفرمایین سمنگانی صاحب محترم. برادر گرامی، در قسمت میخواستم که میمون شما دعوت بکنین از وزارت داخله دارم قسمت کسایی که از نام وارد اسلامی سوء استفاده میکنن و به حساب زمینای مردم را غصب میکنن، در یک نحوی از ما یک مقدار زمین است در ولایت سمنگان و ولسوالی درشیف بالا، متاسفانه که افراد اشخاص وابسته به امارت هستن، دیگه اونا را به دوستا و کشاوندهایش زمینا را به یک نحو فروختن، خود را وانمود نکردن، پشت قضیه اینا دست دارن. یعنی میخواستم از امارت اسلامی که به حساب شما یک کسی را دعوت بکنین یک کمیته تشکیل بده در قسمت کسایی که غاصبین زمین است، باید هرچه زودتر به حساب یک جدی برخورد بکنه
تا حال شما رفتین مراجعه کردین به نهادهایی که در ولایت سمنگان هست و مسئول هستن؟ بله. چی گفتن اونا؟ پاسخشان چی هست؟ رفتیم در ریاست استخبارات، رفتیم در ولایت رفتیم. اما متاسفانه همین که یک موضوع عامیان هست که گفت انسان های غریب کسی نمیشنه اون موضوع است. متاسفانه ما تماس کردیم جواب مثبت نگرفتیم در این موضوع. یعنی زمین های شخصی مردم غصب میکنن؟ بله زمین های شخصی است. خودشون در پشت تست دارن. دیگه میرن زمین ها رو به حساب به کسای رخ میکنن میفروشن باز خودشون در قضیه دست داره، یعنی پشت قضیه دست داره خود و از نام امارات اسلامی سو استفاده میکنن. کسایی که وابسته به امارات هستن با زور تفنگ از اونا خرید فروش میشن. درست. موضوع بسیار مهمه. شریک ساختین، حتما ما با وزارت امور داخله در روزهای آینده شریک می سازم و موضوع باید حل شود، چون قابل نگرانی هست و کسانی هستند که حتما از نام امارت اسلامی سوء استفاده می کنند و زمین هایی که بیننده ما گفتن شخصی هست اونا را غصب می کنند. باز هم بیننده ما روی خط هستند. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایین. سلام دکتر، خوب هستم؟ سلام خوب هست. بسیار زیاد تشکر. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ عبدالحی هستم، از شهر تماس گرفتم. بفرمایین عبدالحی صاحب. امی یک قسم یک تیراد کارتای دبلیپی در اولاد بلخ توضیح میشه استاد؟ خواه اینمی کارتای دبلیپی یک قسمت پروژه ها توضیح میشه، یک تیراد همی کارماندای دبلیپی میگه ایت قسمت لیست سیاس. این می تو تیر شده، مثلا یک مسجد جامعی بسته کارت نداره مکمل، می تو تیر شده میره دیگه کارمندا مثلا یک تیر نفر از چیزایش از پاس می تا پاس می تا میگه این طرف لیست سیاس، لیست سیاس. میشه باره همی اگران توضیحات بکنم؟ درست. موضوع تان گرفته شد، حتما این موضوع را هم شریک می سازم. شما همین حالا می تانین از هر گوشه افغانستان همراه ما با تماس شوین. 0790-13-71-71 فعال هست، از هر گوشه کشور میتونین تماس بگیرین و موضوعاتی که با عنوان یک مشکل، با عنوان یک چالش صدر راه شما قرار داره را با ما شریک بسازین. ما حتما در روزهای آینده با مهمان ما شریک میسازیم تا مشکل شما به نحو حل شوه و بتونین پاسخ مثبت بگیرین. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام با شما. امروز میتونین در بحث های مختلف از امنیت گرفته تا اقتصاد، شهرداری، معارف، تحصیلات عالی و مورد هایی که با عنوان یک چالش صدر راه شما هست را با ما شریک بسازین. من حتما همراه مسئولین در روزهای آینده شریک میسازم تا ای که پاسخ مثبت بگیرین و مشکلتان به نحو حل شود. بیننده ما روی خط هستند. سلام. خب بارها تکرار کردیم که موقعیتی که تماس میگیرین را درست انتخاب کنین، به دلیل از اینکه زمانی که شما تماس میگیرین پولتان مصرف میشه. باید موضوعی که میخواین را با ما شریک بسازین تا ما بتونم با مهمان ما شریک بسازم. به همین دلیل موقعیتی که تماس میگیرین را درست انتخاب کنین تا چالش تکنیکی پیش نیاید و پاسخ و پرسش با هم داشته باشین. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایین. بله، سلام علیکم. علیکم سلام، اسمتان از کجا به تماس شدین؟ اسم عزیزه از ولایت بلخ تماس شدین. بفرمایین. بخاطر می کمکایی که برای می خانواده های بیوزه هستی که توضیح میشه تقریبا از ما هشت ما میشه که به مساحی که ماستیم این کمک ها که جریان داره، هر کی کلانترا برای خیش قوم خود نمانده کوچه برای خیش قوم خود اینا کسی رو میشناسیم که شخصا خودی من یک بیوستم سیتا فقیر دارم، کسی سرپرست هم ندارم چون کار رو کیام نداریم. برای ما که میریم کلانترا میگه نه کارت نیست که تو رسید، ما مواجه رسیم از سمنگون اینا نماینده کوچه و کلانترا این چه قسمت برای این قوم خیش کلانترا و نماینده کوچه و برای کسایی که تعمیر کسی رو میشناسیم که سه منزل تعمیر داره به حساب دلار و کرایه داده میشه، اونا کار دارن، ما که غریب هستیم خانه کرایه هستیم، برای ما هیچ کدام کمک و امدادی بر ما نامد.
درست است. موضوعتون گرفته شد. در بحث کمک ها هست. پرچند در هفته های گذشته ما بارها مهمان داشتم و نگرانیشان هم این بود که به اندازه که مردم مراجعه میکنن به او اندازه امکانات نیست، به این دلیل نمیتونن به همگی رسیدگی کنن. اما در مورد شفافیت روند خود بسیار زیاد تاکید کردن و گفتن که به کسانی که مسئول هستن کمک ها داده نمیشه، بلکه به کسانی که مستحق هستن خودشان میرن کمک ها را میتن و همراهشان همکاری میکنن. اما باز هم شما از مزار شریف تماس گرفته بودین و ما موضوع را گرفتیم و در روزهای آینده با نهادهایی که کمک رسانی میکنن به ویژه سرمیاشت حتما شریک میسازم تا اینکه بتانیم مشکل شما را حل کنیم و شما هم حداقل اندکی از مشکلات شما و فقر اقتصادی که سر دوچار هستین کاسته شود تا ای که بتانین با زندگی نرمالتان ادامه بدین. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما. موضوعات مختلف را امروز شما میتونین تماس بگیرین، از بحث امنیت تا اقتصاد، همین گونه شهرداری و همچنان موضوعاتی که مرتبط به مشکلی که شما دارین و به عنوان یک چالش میبینین با ما شریک بسازین تا در روزهای آینده ما با مهمان هایی که شرکت میکنن در برنامه شریک بسازم و مشکل شما را همچنان به نحو حل کنیم. سلام. علیکم السلام. بفرمایین خانم. ما از کابل به تماس شدم، میخواستم امی راجعه به کمک های سوال داشته باشم و کمی جمع غریب هستیم، پدرم کنم کار چیز نداره، یا چر حالا اینکه کمک آمدن کسانی که امی وکیل ما فرست دارن کمک ها رو دیستن و ما ندارن و کسان دارن که به خودگاه خودشان بودن. خب درست در مورد کمک ها گفتن از پایتخت و من پیشتر معلومات دادم، باز هم در مورد پایتخت ما یادداشت میگیرم و در روزهای آینده حتما با مهمان ما شریک میسازم. باز هم تکرار میکنم، من بارها پیام های شما را به مهمان هایی که حضور پیدا میکنن شریک ساختیم، ولی نگرانیشان این بوده که کمک ها دفعتا نمیشه به همگی رسیدگی شود، به این دلیل یک تعداد شکایت میکنن و یک نگرانی هم از مردم داشتن که بعضی ها و شماره ها کمک ها را وقت دریافت میکنن باز هم میان به صف استاد میشن، یعنی حق یک نفر دیگر هم میگیرن، به این دلیل این روند به نحو به کندی پیش میره. اما تاکید کردن که برنامه ها روی کار هست و در هفته های آینده هر نوع کمکی که از دستشان بر بیاید را با شما شریک می سازند و کسانی که واقعا مستحق هستند با اونا رسیدگی صورت می گیرد و در مورد شفافیت روند هم بسیار زیاد تاکید کردند. اما باز هم شما اگر شاهد هستین که جای کسی می گیره و حقش نیست و مسئول است و به خود می گیره و به دوستان و اقارب خود کسانی که مستحق هم نیستن می ته، پس با ما به تماس شوین، ما حتما موضوع را همراه مسئولین شریک می سازم. بیننده ما روی خط هستند. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. بله بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر. علیکم سلام، بفرمایین، اسمتان از کجا با تماس شدین؟ بله، ما از کوچه نادرعالمی مزار شریف لالا جان صاحب بخش نمی نازی دبلی پی نکدام کار شدیدیم، نکدام کلون دالنه خود شدیدیم، نه در سرخان ملی کدام کمک کرده نماینده هم نام خود سلیمان از کلانتر هم تبدیل تغییر میشه، هیچ کمک صورت نگرفته در این منطقه، در ما مردم خود نداده تالونه آده چند بار پیش کلانتر رفتیم پیش نماینیم و حالا میگه در یک کوچه میگه دازه تا کارت نیه یا نمیه، میگه بده در این نفرها را خودشان سعی میکنه در اون نفرها میتر میخیزه میره، میگه ما گفتم چی گف هست گرچی از تذکیرهای ما را بار بار کافی های تذکیره چندین بار جمع کرده گرفت هست این کلام کمک در تال جریان نداره سرالا. درست، متاسفانه این موضوع بسیار زیاد جدی هست و همیشه تماس میگیره و بینندهای ما پیام میفرستن، ما شریک میسازم. باز هم از مزار شریف بودن
و امروز هم موضوعات که شما شریک ساختین را ما تمامش یادداشت گرفتون در بخش های مختلف هست و با مهمان های من که در روزهای آینده حضور پیدا میکنن حتما هر کدام شب شریک میسازم تا اینکه پاسخ داشته باشن و شما هم به معلوماتتان افزوده شو و به نحوی از مشکلاتتان هم کاسته شوم. برنامه مجله صبح همینجا تلاش میکنه هر روزه تا ای که بتونه صدای شما را به مسئولین برسانه و مشکلاتی که شما دارین را به نحو حل بسازه. و امروز هم موضوعات مختلف را ما به بحث گرفتیم. شما هم همین حالا میتونین که با تماس شوین با شماره تلفن 0790-13-71-71 تماس بگیرین و چالشی که به عنوان یک مانعی در برابر شما هست را با ما شریک بسازین. ما حتما همراه مهمان های ما شریک میسازم و تا ای که مشکل شما حل شوه و به کاری که نیاز دارین یا به هدفی که نیاز دارین برسین. بیننده ما روی خط هستن. سلام با شما. خب متاسفانه تماس قطع شد. خواهش ما همیشه ای بوده و بارها تاکید کردیم که زمانی که تماس میگیرین یک موقعیت درست را انتخاب کنین تا زمینی که ما بتونیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم شما هم میتونین دیدگاهتان را مشخصا با ما شریک بسازین و در روزهای آینده هم پاسخش را داشته باشین. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما. سلام به شما برادر عزیز. خوب هستین؟ همکارا خوب هستین؟ علیکم سلام. اسمتان از کجا با تماس شدین؟ ما هاشمی هستم. از کابل با تماس شدیم. بسیار ببخشید من که دیگه به خاطر مشکلات معلولین داشتم، معاشات معلولین و بایومتریک می گپش تماس گرفتیم. دیگه پرچه وقت بود دیگه جواب خودم نگرفتیم. یک نفر میدیم که شما معلومات دارین ندارین. یعنی اگر لطف کنین فردا پس فردا اگر یک مسئول از شهدا معلولین دعوت کنین، اگر از کمیسیون باشه کمیسیونی که ایجاد شده به خاطر بایومتریک معلولین اونا باشن که اونا بیان پاسخ بدن که ما اینا تقریبا 10 ماست که ما یک روپه نگرفتیم. درست. بله. درست هاشمی صاحب، درست است. موضوع شما گرفته شد و از وزارتخانه هایی که تا هنوز حضور پیدا نکردن خواهش ما هم همی هست که مردم تماس میگیرن باید حضور پیدا کنین و پرسش هایی که مردم با ما مطرح میکنن را پاسخ بدین تا ای که مشکلات مردم حل شوه. و باز هم بیننده ما روی خط هستن. خب تماسشان ظاهرا قطع شده و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را شما می توانید هر ساعت از تلویزیون یک بیننده باشین. ما تلاش میکنیم و همکارای بخش خبر همیشه تلاش میکنن تا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را با شما شریک بسازند. اما در مورد برنامه مجله صبح در همین دقیقه به پایان میرسه. فردا رأس ساعت 9 همینجا در همین استودیو ما محب یوسفی دوباره برمیگردم. خدا نگهدار. رفتیم تا دیدار بعد.